عشق میاد از احسان خواجه امیری. بعد داشتم میگفتم خدمت شما عرض کنم که 7 میلیون دلار آقای قاضی بران ایشون حکم داده بود که اموالی که توقیف شده مال سفارت جمهوری اسلامی به کسانی که شکایت کردن آمریکایی بودن و از سال 1980 هم در لبنان چه شده بودن مثلا گروهان بودن، اونا شکایت کردن دوستان انفجاری بودش در رابطه با حماس بودش در اسرائیل. آقای قاضی یا قاضیه که یک سری کسا حمایت کردن از این جریان. ببینید اولا چند تا مقوله است که باید نباید با هم دیگه باید بس هم دیگه تفکیک شه. یکیش اینه که آقای قاضی بران همون سال 2006 وقتی که ایشون چیز شد، وقتی ایشون نماینده منصوب شدش از طرف آقای هارپر، یعنی در حقیقت آدمی که قاضی کاتولیکیه و آدم اینجوری که میگن ایدئولوژیکه، یعنی تو قضاوت شما در حالی که میتونی خط و خطوط داشته باشی ولی بایستی ایدئولوژیک نباید عمل بکنی، یعنی باید بر اساس قانون عمل بکنی. این آقا همون موقع روزنامه نشنال پست که در حقیقت یک روزنامه دست راستی هم هست همون موقع نوشته بودش که That's a shame because the naming of Toronto lawyer David Brown to serve on the province Superior Court in the Toronto region was a bold and praiseworthy act. In the past, Mr. Brown has been professionally associated with a variety of socially conservative litigants. As such, he likely would have been passed over by the previous liberal administration. But Mr. Harper is cut from a different cloth. He believes in true diversity, not just the kind reflected the people's skin color and sexual orientation, but in their belief system as well. یعنی قاضی ایدئولوژیکی هستش و هم خدمت شما عرض کنم که از این اقدام هایی که هستن، چون میدید که حوزه قضایی کانادا و اینکه کسانی از آمریکا بیان و تو اینجا این کار رو بکنن هست. حالا قاضی تو تیم آقای هارپرین هست، کشور هم در حال مال این هاست دیگه. نه دقل ببینید ما هم اتنیکیم و اقلیتیم و صدایمون رو تقریبا به خیلی جهان نمیرسه، ولی الحمدلله رب العالمین حرف میزنیم. خدمت شما عرض کنم که ولی این شرمش میمونه به کی؟ به کسی مثل آقای فرخ زندی که در یک برنامه انتخاباتی که در حال مهندسی شده به نظر میومد، در حال دموکراتیک نبود، اومدن کنگره رو گرفتن و بعد هم که میدونی که دعوای داخلشی وارد قصهش نمیشه، ولی ایشون رفت تو دادگاه و شهادت داد که بتونن این حکم رو صادر بکنن، قاضی کمک بکنه این قاضی. ببینید این پول مردم ایرانه، درسته دست جمهوری اسلامی هست، ممکنه هم هستش که دست مردم نرسه، ولی چرا خارجی ها؟ یعنی شما انقدر وطن فروشید، شما انقدر ایران فروشید، اینا انقدر اینا انقدر تشنه قدرتن، البته و بی سواد سیاسی هستند و بی اعتبار اجتماعی. من یه بار ایشونو سالها قبل دیدم، اون زمانی که مال زلزله بم شد 2003 با تو کانون اندیشه گفتگو حقوق بشر، بعد از 6 روز یه مراسمی گذاشتیم، 110000 دلار 112000 دلار پول جمع کردیم و عیناً تحویل صلیب سرخ کانادا دادیم، چون ایران نمیتونستیم بریم، نمیخواستیم هم وارد بازی های سیاسیش بشیم. بعد یه گروه های دیگه اومدن، بچه های دیگه اومدن جمع شدن و گروه های مختلفی بود و یه پولی هم جمع کردن. 2 سال طول کشید تا این پول مثل که هنوز هم که هنوز تو ایران خرج نشده، یه 100000 دلار هم گروه جمع کردن. در حال تو اون گروه بودن مصرف کانندیش من رفته بودن توی اونجا، در حال رای گیری شد، ما البته به عنوان نامزد نشده بودم. خدمت شما عرض کنم که 5 نفر انتخاب شدن که هیئت داشته باشن، شهرام آقای شهرام سالمی بود، علی احساسی بود اگر اشتباه نکنم، آقای کجباف بود، نمیدونم در حال ندامه،
ولی یه چیز جالب اینه که این آقای فرازنده و جوکاندی چون برای رنگ نیورد بعدن این دوستان هم جلام که آقای فرخ زندی مدیر این گروه که آقا اصلا اون خواهی قرار بودش که بابا این اگه قرار بود رای می آورد که خب می آورد دیگه چه شکلی بیان در حال اونجا دیدن گوه خیلی بنده خدا پرسیدم میگه آقا کیه گفتن آقا مال دانشگاه یورکه نمیدونم استاد دانشگاه است خب اقتصاد البته بعدا که آشنا شدیم دیدیم نظرات اقتصادیش که بسیار بی پایه است نمونه شما ببینید بحث تو سپتامبر تو این کنفرانس براندازی رو که وزارت امور خارجه کانادا ترتیب داده بود در دانشگاه مانک با این خانم اشتن که دقیقاً طرفدار سیاست‌های جنگ طلبانه ناتینیوست خیلی مثلا وقتی می‌بینید ببینید ویدیوشو مثلا میگه آره ایران رژیم ایران دیگه هیچ اقتصاد ایران کاملا پاشیده شده چنان هر کی ندونه فکر کنه که دیگه مثلا آقا دیگه همه دارن بدبختی دارن گریه‌زاری میکنن میمیرن دارن گرسنگی حالا مثلا بحثای عدم موریدی بحث دیگه است کسی که استاد اقتصاده و اینجوری بدون پایه و بی سوادانه گفتگو بکنه و مقرضانه اونجا جای سوال داره در حال و خوشبختانه هم به خاطر اینکه بی اعتباریشون مشخص شد و در حال اختلافات داخلیشون سر چیزی که نداشتن باعث شد که تیمشون از هم بپاشه. ببینید نکته ای که هست میخوام بگم که یک چیز رو من خدمتتون عرض کنم، مثلا شخصی با این آدم ها ندارم من واقعا. ببینید اینا آدم رفتن روز سال نوروز آقای هوارد شور نماینده عضو انجمن شهر منطقه یک تورهیل مارکا نوروز گذاشته اینا هم رفتن با افتخارم عکس انداختن عکسشون هم توی رگشتونه. آخه آدم حسابی این آقای هوارچور اقلا بخونید، این هوارچور حداقل دو فقره دزدی داشته، یک فقرهش توی روزنامه های همین کانادا نوشتن ایشون محکوم شد، یکیش به خاطر اینکه یه دونه تلفن آیپد رو از توی فیتنس از یه آقای دیگه از یک نفر دیگه دزدیده بود، رفت تو دادگاه، هرچند دادگاه بعدا بهش معلق داد یعنی محکوم کرد ولی بهش حبسی نداد، گفت نمیدونم چی کار که تو هم مورد اعتراض هم بود که چون دوگانه بودش دیگه ایشون دکتر هم. آقا شما برای که یک عکس بندازین شما و آقای دکتر صمد اسدپور که میگن سام اسدپور رفتین اونجا عکس انداختین، آقا شما منافع خودتون هم نمیفهمید، یعنی این آقا فقط نمیفهمید هم نفهمیدید که این آقا دفعه بعد خود منطقه همون منطقه که هست رای رشت نمیدن به خاطری که ریالتیشون گفتید من دوچار دوگانگی روحی هم و اینا و بنابراین بعضی موقع از این دست به این اخلاق به دست به این دزدی ها میزنه که من نمیفهمم. آقا شما نمیفهمید بعدا شما میخواید برید مسائل ایران رو حل و فصل کنی، آقا شما خودتون سواد ندارید مرد مؤمن، آخه شما کسی میره بغل هوارد شور و میسه بابا تو دنیا اینترنت علم غیب هم نمیخواد، یک کم تو سیاست باشید برید شما به این راحتی خودتون رو برای خودتون ارزش قائل نیستین، برای جامعه ایرانی ارزش قائل نیستین، برای یک دونه عکس آبروی خودتون رو میبرین آبروی جامعه ایرانی نمیبرین، یکم شرم و حیا خوب چیزه، یکم شرف ملی داشته باشید، یکم ایران دوست باشید، یکم انسان دوست باشید. در حال این واقعا جای تاسفه، اینم بگید ده حال اینه که ده حال آقای زندی توی یعنی ایشون اگه دستش میرسید دست کمی از علمای داخل کشور نداشت، ایشون دستش به گوش نمیرسه که میگه پیف پیف، وگرنه نشون دادش که تو این سیاست هایی که از ایشون ببینیم برای رسیدن به قدرت هر کاری حاضره بکنه. ده اینو داشته باشید. امروز بعدن دولت مصر دادستان مصر اعلام کردش که 529 نفر از اعضای اخوان المسلمین به جرم شرکت در خشونت به اعدام محکوم شدند. این از این طرف محمد مرسی هم که از طریق انتخابات در حال انتخاب شد و الان تو دادگاه تو زندانه و هر روز هم میگه این رفع جاسوسی برای ایران کرده و جاسوسی برای حماس کرده و در حال دادگاهش هم عقب میفته چون واقعا خب چیزی علیهش نداره، اگه بود که داستان اینا نیست مثل کشورهای دیکتاتوری همش به کسایی که چیزی ندارن اتهام و بستگی به خارج و اینا میزنن. آقای حسن زرعی سردبیر شهروند اومد اون موقع مقاله نوشت که خیلی با تیتر بلند که آقا جون ما به چیز ارتش مصر وارد به اصطلاح وارد حمایت مردمی شد و ارتش مردمی است. من خیلی هم به به و چهچه کرد. آزادی بیان همه هم میتونن میگن خیلی هم خوب آدم ها بگن. ولی ببینید داستان اینه.
وقتی خط رو که نگاه میکنین میبینید اینا تیم آب شدن، اینا خط بودن از تو کنگره، الان خوب البته با کنگره بعد شدن، ولی اون موقع از کنگره حمایت کرد از این فرخزندی اینا، اون موقع که دوران تحریم بود، اون موقعی که قرار اپوزیسیون سازی بشه، فکر کردن از این کلا هم نمدی برای خودشون درست میکنن. و میبینیم که از خانم لیلی پورزن و آقای کاوه شهرروز که طرفدار تحریم هستن، در حال آقای کاوه شهرروز که خب مشخصه که ازش نمایندگان صهیونیستی هم حمایت میکنن. بنابراین ببینید کسی که تحلیلشون باشه تو کشوری که 529 نفرشون به عنوان تروریستن، رئیس جمهوری که اول اونها عضو حزب دستگیر شده، خب این قرار دیکتاتوری نیست، به غیر از استبداد نیست، به اضافه که رسانه‌ها بسته شدن و از همه مهم‌تره که محمد فهمی خبرنگار روزنامه‌نگار کانادایی تبار، کانادایی مسی تبار تو زندان پیروز نوشتش که پیام داده بود که آقا من دستم قبل از اینکه بیام درد گرفته بود، هنوز که هنوز بعد از چند ماه تو زندان هستم، من تو شاید سخت به من نیز وقت بیماریمو مداوا نکردم و به تب من نمیتونم دستم دستم در واقع از کار افتاده. خب اینقدر بدرفتاری با رسانه ها هستش، با رسانه ها میشه. ببینید وقتی کسی که نیتش وقتی چیز باشه، وقتی نمیتونه تحلیل درست داشته باشه از شرایط، تحلیل انسانی داشته باشه، شما فرق نمیکنه کجای دنیا باشی، خیلی راحت میتونی بفهمی که آقا کجا مردم هستن، کجا قدرت هستش، کجا سرکوب هستش، کجا مظلومه، کجا ظالمه. ببینید وقتی مثلا جریاناتی وقتی اینا رو به هم دیگه وصل میکنید، میبینید که آقا توش عدم تحلیل های سیاسی، عدم تحلیل های مردمی، عدم وابستگی به مردم، بوی ارزان فروشی، بوی ایران فروشی میاد. متاسفانه نه، خدمت شما عرض کنم که اینم مهم نیستش که شما سابقتون چی بوده، همه آدم ها میتونن سابقه داشته باشن، موضوع این که خدا خلقتون رو بخیر بکنه به خاطر همینه. بنابراین من اینو میخوام بگم دوستانی که از خانم پورزن و آقای کاوه شهرروز حمایت میکنن، یک بار دیگه برن جریانی رو که از اینا حمایت میکنن رو ببینن، سابقه شون رو ببینن، ببینن آقا اینا تا چقدر برای مردم ایران، برای جامعه ایرانی تو کانادا، برای جامعه ایرانی تو تورنتو کار مجانی کردن، کار کردن، صداشون رو رسوندن، کجا از حق مظلوم دفاع کردن واقعا تو این کانادا. اگر واقعا این کار رو کردن، خب بیان به ما بگن، ما هم بارم تصدیق کنن. اگر نکردن، وارد بازی خطرناکی نشند که اینها در حال این آدم ها اگر برن تو که نمیرن تو، ولی اینا حتی تو همین داشتن انرژی کامیونیتیمون رو هدر میدن، وحدت جامعهمون رو به هم میزنن. و از همه مهمتر اینه که برخلاف حقوق جامعه ایرانی دارن عمل میکنن، چون نمونهش در خارج از کشور در مورد مسائل کانادا هیچ گونه حرفی نمیزنن. اجازه بدید با این جمع جورش کنم. من برنامه قبلی خدمت رو عرض کردم، ما قرار 20 تا 23 مجمع عمومی حزب اونتاریو بودش. من 8 مارس تقاضا کرده بودم که طبق معمول فرمی که مدرکی می‌نویسید که همه خبرنگارا میتونن برن، باید بنویسن، پروسه‌ای داره و انجام میدن، جواب نیومد. 14 مارس ما خدمتشون نامه نوشتیم به حزب، دوباره جواب نیومد. روز پنجشنبه درست همزمان با عید بودش، من یه ایمیل زدم، تلفنم کردم، یه نسخه‌شم فرستادم برای مظهر از مسئول دفتر خانم کتلیمیر رهبر حزب و نخست وزیر اونتاریو، نوشتن که آقا موز، نوشتن که آقا نمیادش. حالا من ازشون خواستم که میشه لطفا کنید که چرا نمیتونید به من ورقه رو بدین، پوشش خبری رو بدین، چون من ایرانی هستم، تنها ایرانی هستم که اینا رو خبر رو پوشش دادم. و این حداقل ستای آخری رو کنگره رو من رفتم مونتریال و اتاوا و حزب و اینجا، این تو عنوان کل مجموعه رو میگم. بنابراین میشه لطف کنید به ما بگید چرا؟ یه تلفن هم کردیم و بعدا گفتن که آقا نه درست شده، شما میتونید بیان. روز جمعه آقای مکفل رئیس مطبوعاتی دفتر خانم کتلیبی نوشت که بر اساس موضوعات این تغییر پیدا کرده و شما نمیتونید بیان. ببینید در خیلی این دقیقا دوگانگیست و عدم احترام به رسانه ها و آزادی بیانه. ببین دوستانی که حزبی هستن، این که ما حالا چی میگیم، ما منتقدشون هستیم، اگر درست میگیم، واقعا اگر ما هم حق داریم حرف بزنیم،
خب از حزبتون بپرسین که چرا آقا به ما ندادن پاس میده. شما که اینقدر طرفدار حقوق بشر تو ایران هستید که نقض میشه شما شبا خوابتون نمیبره. خب ما آقا ایرانیم دیگه، ما بشریم دیگه، ما که از بسیاری از ایرانی هایی که دیگه هستن تو حوزه کانادا بیشتر کار کردن. یا خدمت شما عرض کنم که این که حالا چی رو میگیم چقدر کار کردیم و شما قضاوت میکنید. خب بس، ولی ما ندیدیم شما موضعی بگیرین. چگونه میشه آقا یک خبرنگاری رو اینجا صداشو محروم میکنن بعدا شما موضع نمیگیرین؟ خب به این دلیله. ببینید خانم، برای که من اگر تو اونجا بودم، خب مشخصه وقتی من خانم کتلین بین رو گوش میدادم وقتی تو اینترنت ایشون داشت حمله میکرد به هارپر، خب خیلی مشخص بود. چون اگه من بودم اونجا گزارش هم مینوشتم، تو وبم مینوشتم، تو فیسبوک هم مینوشتم که بابا وقتی شما حمله میکنی حزبت خودت دوچار مشکله، معلوم نیست اصلا آقا انتخابات داری یا نداری، اصلا نمیدونی آقا هفته دیگه خود دولتت سر کار هست یا نیست. وقتی حمله میکنی به حزبی که تو حاکمیته و حزبی که یک سال خورده دیگه وقت داره و تو موضع قدرت، حمله میکنی یعنی میخوای یک چیزی رو پنهان بکنی، میخوای توجه داخلی ها رو جلب بکنی به اون منطقه. و خب دیدیمش که خدمت شما عرض کنم که این اتفاق افتاد. و دیروز صبح خانم لیندا جفری از کابینه استعفا کرد. خانم وزیر بودش، وزیر خانم لیندا جفری، وزیر الان خدمتتون میگم وزیر کابینه خانم کابینه وزیر کابینه مانسیپال افرز مینیستر، وزیر شهرداری ها، بین شهرداری های اونتاریو بودش و ایشون استعفا کرده که برای اینکه برای شهرداری برمتون نامزد بشه. شهرداری برمتون هم انتخاباتش تو اکتبره. ببینید اگر شما که نفری که تو سیاست هست میدونه که آقا حزبشون قراره ببره، حزب توش وحدت، حزب مشکل نداره و ممکن و میبرن، خب حاضر پست وزارت رو ول کنه بیاد بره برای شهرداری برامتون که یک شهر درجه سوم درجه بله دیگه، چون شهر درجه دوم یا سوم تو اونتاریو، درجه سوم تو اونتاریو هستش. خب بس نشون میده یه سری اختلافاتی هستش دیگه، نمیخواد خیلی علم غیب داشته باشه دیگه. منتها خب در حال از شنیدیم خانم نیلو رضایی هم به یکی از پست های رده های بالای حزب لیبرال انتخاب شدن که جای تبریک داره، یا جوانان ایرانی هستن که اینجا بزرگ شدن در حال توی تیم خانم کتلین بین هستن. در حال خیلی خوبه که ایرانی ها میتونن برن تو حزب شرکت میکنن میرن بالا در حال، ولی حزبی میاندیشن در حال. خب وقتی تو حزبی قاعدتا مجبورن که موضعی نگیرن. ما میدونیم سیاست نداریم، میدونیم اینا از اینا هم توقعی نداریم، ولی دیگه از روزنامه‌نگارا که میخوام موضعشون مشخص بکنن در مورد اینکه چگونه حزب لیبرال اونتاریو ما رو بلک لیست میکنه، به قول اینا رد فلگ میکنه، چه کسی منو ممنوع، به قول اینا ممنوع قلم کرده، ممنوع ورود کرده توی اون حزب، مگه ما چی کار میکردیم؟ خب به غیر از اینکه آقا همین تازه بذار وقتی شما میگی تو میفهمی چه خبر، باندار میفهمی، گروه ها رو میفهمی، دستبندی ها رو میفهمی. کمان که براتون بگم که الان مثلا تو منطقه ترینیتی اسپادینا که خانم اولویچا قبلا از اونجا بود و الان داره برای شهرداری ران میکنه، خب الان نماینده ام پی پی شون یک چینی تباره، آقای کوین کروب همچین چیزی، ولی الان با جورج ساروس، با آقای مزخان وزیر اقتصاد اونتاریو که پرتغال تباره، با هم دیگه یکی شدن علیه کی؟ علیه ایتالیایی ها که خانم اینس بودش، گفتم که در با ترنت اسپادینا که مجبور شد آقای جاستین تورنتو بیادش تو تورنتو، برای اینکه یه سری از لیبرال ناراضی شدن و در حال اونها ولی اومدن که علیه ایتالیا بکنم. به نظر میاد جاستین ترودو هم کنار کشیده که این دوتا گروه
ترکیبشون خودشون با ایتالیایی ها روشن بکنن. در حال مسائلیه که توی دوربین که نمیگن که این مسائل بعدا ماها که باید بریم اونجا میبینیم، یعنی اونایی که میرن تو میبینن. آقا مثل مهمونی ها که شما مهمونی خانوادگی رفته دی وقتی میرید شما فضا رو که میبینی میفهمی که آقا چه جوریه. عکس خانوادگی هم ممکن انداخته بشه در سالن ولی میدونی آقا مثلا کی با کی خوب نیست، کی با کی دل سردتره، روابط رو شما میفهمید. اونجاست که میتونی نظر بدی. ده ها این بحث نقض حقوق رسانه و حقوق آزادی بیان بحث جدی است. در حال ما میگم معرفه خوب از راه‌های مدنی و قانونی مسائل رو دنبال خواهیم کرد. در حال ولی میخوام بگم که این دوستان ما داریم میگیم که اینا انشالله به راه راست دارد چند درست چند به راه مردم بیان، چون واقعا کامیونیتی ما میتونه ببینید آقای روسیه با اون اول قدرتی دنیاست و بالاخره برای خودش کشوریه، اون پوتین اینجوری دارن میکنن. حالا ما که دیگه تو ایران نعلین داریم دیگه به جمهورمون، یعنی اصلا تقریبا تره هم خورد نمی کنن. خب اونام که دازه با مهاجرین کاری ندارن، چون مهاجرین اکثرشون به خاطر اونا اومدن بیرون، از دست اونها اومدن بیرون. خب بنابراین اگه جامعه ما متحد تر نباشه خب ضربه میبینه دیگه. ولی چه کسانی عامل این تفرقه هست؟ خب کسانی که رأس قدرت هست دیگه، کسانی که کوچکترین انتقادی که بهشون میشه، کوچکترین چیز اصولی که بهشون میگه به جای اینکه گفتگو داشته باشن میان حذف میکنن. این اگه دستشون قدرت میرسید حتما شک نکنید که آدم هم رو هم میکشتن. البته گروه که از آقای موردی هم باید میکنن، گروه مجاهدین که از این تحت زیاد کردن، در حال یک روزی هم بعید نیست که ما رو حتما این کارو بکنن، چون سلطنت طلبه و مجاهدین تو این زمینه نشون داده در مورد خشونت متاسفانه همچنان طرفدار خشونت هستن. و به هر حال دیگه امیدواریم هممون در خدمت مردم ایران قرار بگیریم برای سعادت مردم ایران، برای اعتدال مردم ایران، چون حکومت ها میان و میرن، مردم ایران میمونن و مردم شریفی داریم. بله اینم از این خدمت شما عرض کنیم که به چند تا خبر دیگه بپردازیم. یه خبری کسی که این روزها